رو با کانال تکنولوژی بچه ها امروز ویدیویی که خیلی وقت همتون منتظرشین رو براتون گذاشتیم ماین ما کردن با مجوز قانونی متاسفانه یه سری شایعات بزرگ تو اینترنت پخش شده این که آقا اگر شما تا یکی دو ماینر تو خونت داشته باشی مجاز عیبی نداره ماین ما با سیستم های خونگی مجاز عیبی ای نداره این شایعاتیه که توسط فروشنده ها بین شما پخش شده بله به هیچ وجه مجاز نیست که شما یک قطعه ماینینگ تو خونت روشن کنی نه تنها مصرف برق بحث این که درست وارد شده باشه بحث این که اون چیزی که میگیری برگ سبز داشته باشه همه اینا مهمه حتی شما یه فلش ماینر اگه بذاری تو خونت بدون مجوز باشه میتونن شما رو بگیرن حبس جزای نقدی و چیزای دیگه براتون داره و این قضیه به هیچ وجه شوخی بردار نیست خب بریم بررسیش کنیم بچا ببینیم قضیه این ماینر چیه چجوری مجوز بگیریم اصلا مجوزی هست یا فقط من شایعه بله کانال یوتیوب ما میاد حتما دنبال کنید و آخرین اخبار رو توش ببینید و لذت ببرید ماینینگ چیه خیلی ساده است شما یه هزینه ای می میکنی یه سخت افزاری میخری با اون سخت افزار یه ارزی و رمزگشایی میکنی بابتش به شما از اون کوینه میدن حالا هر کوینی باشه بیت کوین یا هر چیز دیگه یه ارزشی داره که به شما یه درآمد مایانه میده این از بحث مانی خب چطور میشه مجوز گرفت آیا مجوزی از بچه امروز من میخواستم آموزش مجوز گرفتن بهتون بدم متاسفانه نمیشه هیچ مجوزی گرفت هیچ مجوزی برای ماینر در حال حاضر تو مملکت ما داده نمیشه از زمانی که اون قضیه قطیا و خاموشیا پیش اومد بستنش حتی حتی مزارعی که با مجوز کار میکردن طبق آخرین اطلاعاتی که ما داریم رو جمع کردن یعنی بهشون اختاری دادن حق ندارید سیستماتون رو روشن کنین اونایی که مجوز دارن حالا بی مجوزاش به اونن حالا قضیه چی بود قبلا قبلا اینجور بود خیلی ساده است اول اینکه سیستم های خونگی نمیتونن مجوز بگیرن زیر مصرف 100 کیلووات نمیتونه مجوز درخواست بده 100 کیلووات یعنی چی یعنی مثلا میگم یه ماینر داری فرض کن دو هزار وات مصرفشه خب باید از اینا هولوش چند تا بذاری 50 تا بذاری 51 کی بذاری که برسی به اون 100 هزار تا که بری داخل زمره اونایی که میتونن درخواست ماینر بدن پس خونگی ها اصلا نمیتونن ماینر بگیرن یه زمزمه هست که قرار قانونی بیاد رو قبض برقشون بیاد بیشتر یعنی مثلا برقشون صادراتی حساب بشه ولی همچنان نیست من دارم طبق آخرین اطلاعاتی که تا امروز هست بهتون میگم خلاصه 100 کیلوواتی که داشتی 52 تا ماینر هم که داشتی یه مرکز میخوای اگر بیت کوین بخوای استخراج کنی باید بری حداقل سی کیلومتری مرکز شهری که داری داخلش فعالیت میکنی یا اینکه بری اگر تهران هستی 130 کیلومتری اگر اصفهان هستی 50 کیلومتری بقیه مراکز دوستان معمولا تو سی کیلومتری اگر هم ارز دیگه میشه داخل جاهای دیگه ماینش کرد مثلا یه فضای شرکتی باشه که برقش معلوم باشه که از کجا میاد با چی ماینش میکنیم اگر از برق میخوای استفاده کنی برای ترانس جدا میزنن اگر که نه میتونی جنراتور گازی براش بگیری میتونی که پنل های خورشیدی بگیری و چیزهای دیگه خلاصه برقش از هر جایی که بخوای میتونی تامین کنی و یه جورایی میشه گفت خوبم پاد میفته خیلی گرون پاد نمیفته ولی بحث اینجاست که 52 تا ماینر نیاز داره یه سرمایه وحشتناک نیاز داری شما برای ورود کردن که پولش در بیاد یه سری مالیات و چیزا دیگه هم برای که پرداخت میکنی خلاصه اینکه الان اصلا نمیتونی درخواست بدی قبلا میرفتی داخل سایت بهنیاب هم ثبت نام میکردی ماینراتو تا میکردی شما سریال ها رو میزدی برگ سبزشون رو میگرفتی الان اینا رو دیگه نمیتونی انجام بدی بسته است وزارت سمت همچنان باز پیجش یعنی شما میتونی بری الان داخل سایت وزارت سمت ماینرا یکی اد کنی مکان بهش بگی و چیزای دیگه عکسش هم گوشه براتون میذارم یعنی الان میتونی انجام بدی مون هیچی بد نمیده یعنی الان این سایت خب یه پروانه شما نیاز داری بهره نیاز داری اینا رو کسی نیست بده به اینا به با اصلا بستن خلاصه میخوام بتون بگم می الان اصلا نمیشه مجوز گرفت سیستم های خونگی نمیتونن مجوز بگیرن متاسفانه حالا یه سال آقا اگر اصلا مجوز نداره چی یاد ما همیشه ماین های خفن جدید و رو به روز بمونش مینا چی بچه بچا گفتم که کانال بحثش تکنولوژی ما جدیدترین چیزایی رو نشون میدیم خود ما ماین نمی‌کنیم، ما, نمی ما مجوز نداریم میایم فقط برای چند ثانیه روبروتون ران میکنیم ببینید قضیهش چیه تمام شد رفت برای کسایی که میتونن مجوز بگیرن یا با مالا بستن کس دیگه اگر بدون مجوز انجام بده 100 صد درصد تو دردسر میفته ما اول هامون آقا اینو نگاه کن دیگه اینو من برای خودم نمی نویسم نوشتم که به هیچ وجه بدون مجوز وارد صنعت ماینینگ نشوید با قرمز بزرگ درشت اصلا این چیزا شوخی بردار نیست شما بدون مجوز اگه وارد میشی 100 درصد عواقبش گردنته خیلی هم که شایعه کردن آقا تک ماینر تک سیستم هیچ مشکلی براش پیش نمیاد آقا دیگه بنا که همتون میشناسید ما مشاوره زیاد میدیم مثلا کارمون مشاوره دادنه خیلی ها زنگ میزنن آقا من یه دستگاه داشتم دستگاهم جمع کردم بر چه ارزی ماین میکردی چیا کن چیا اصلا مصرف نداره چه جور جمعش کردم از اون ور من سیستم دارم تو خونم رپتوریوم داشتم میزدم جامم کردم از کجا میفهمم من میخوام اینو بگم یه نفر هست میبینی مثلا سی تاریک داره داخل خونه شیش کار به کارش نداره یه نفرم داریم یه دینه کیس ساده گذاشته جمعش میکنم میبرم میخوام بگم این استرس متاسفانه همچنان هست هنوز اصلا هیچ سر و سامونی به این قضیه ندادن واقعا به نظر من این قضیه اصلا در شعن ایران نیست خجالت آور آقا حداقل بیا قانونیش کن مثال میزنم بگو آقا برق اصلا صنعتی برا خونه خب اگه کسی خواست ماینر روشن کنه برای خونه من برق صنعتی میدم ببین چقدر به نفع اداره برق میشه چه پول خوبی در میاره اون نفری که ماین میکنه چقدر به نفعش میشه دیگه استرس نداره ببین استرس روش نمیتونی اصلا تو قیمت بذاری بس اینجاست متاسفانه در حال حاضر هیچ قانونی نیست حتی بخوای مزارع فوق العاده بزرگم بزنی کسی بهت نمیده خودتونم میتونید برید وزارت سم صحبت کنید براشون وزارت که میگم بچه صنعت مدن تجارت سایتش هم هست برید اونجا درخواستتون رو بدید یا میتونید حضوری برید مراجعه کنید میگم آقا من چجور میتونم بگیرم خراسه میخوام بتون بگم الان مجوزی در کار نیست اگر ماینر میخوای بخری اگر میخوای بخری حالا بعد ها روشن کنی یا نکنی حتما ماینری بگیر که ثبت شده باشه که برگ سبز داشته باشه سریالش ثبت شده باشه قاچاق اگه باشه کالای قاچاق پدر تو در میارن رفیق من دوست من حبس جزای نقدی و کلی چیزای دیگه داره حواستو به مسائل قانونی بده خیلی همون قانون رو جوک میگیریم مثلا میان جمع میکنن کاری بد ندارن درسته ولی یه دو میلیارد سرمایت یارو جمع میکنه میبره برای پس گرفتنش برگ سبزار تا نشون ندی کسی قطعی بد نمیده حتی اونایی که کامپیوتر دارن قطعات شما باید ثبت شده باشن میبینی مثلا یه موقعی یه سری قطعاتو خیلی خوش قیمت دارن میدن مثلا میبینی آقا همه جا کارت گرافیکه سی میلیون این یه سایت داره میده 21 تومن ها چقدر خوبه اون قاچاق برادر من همون سایت هم پدرش در میارن موقعی که رادارشون بره میخوام بهتون میگم آقا هواستونو رو بدید سعی کنید هر چیزی که میگیرید برگ سبز داشته باشه سریالش ثبت شده باشه از کجا فهم ثبت شدن اکثر کارت یا سیستم های یا ماینرایی که گارانتی دارن معمولا ثبت شدن یا نه بارکدی معمولا روشون میخوره که اون بارکد هم نشونه ثبت بودنشونه اینه که آقا حواستون به این لطفا بدید تو دام این فروشنده های نامرد نیفتید که میگن عیبی نداره بگیرید آقا اینا دروغه حتی روشن کردن یک ماینه جرمه تمام شد رفت جرم که میگم حالا یعنی دستگاهات جمع میکنن حالا فکر نکنید با خودت کاری دارن نه آقا با تو کاری ندارم نهایتش اینه که دستگاهاتو برمیدارن خودتو همینجا آزاد میذارن هرس بخوری فقط که دستگاهاتو بردن ایشالا که این قانون عوض بشه این خیلی دوست داشتم امروز آموزشه رو بهتون بدم متاسفانه خیلی که جلو رفتیم ببینیم آقا قضیه چی شده متاسفانه اصلا بسته شده قسمت های سایت بسته شده نمیتونی درخواست بدی تا اطلاع ثانوی زده مسدود و تو هیچ سایتی نمیتونی بری آقا ثبت نام کنی هیچ جایی نیست اصلا درخواست بدی فقط وزارت سمتی که بازی که اونم به جای واسه نیست تو الان برو درخواست بده کسی به زنگ نمیزنه ولی اون که درخواست دادی پاشن میان ببینن قضیه چیه چون <applause> بعد اطلاعات مکان و چیزا دیگر رو بده دیگه آره شوخی بردار نیست خلاص آقا پیشنهاد من به شما اینه اگه میخوای ماین ما خیلی بزرگی را بندازی خب یه برو حضوری وزارت سمت ببین چی میشه شاید اونجا تونستی مجوز بگیر با دار رایزنی کنی خیلی سخت میشه برات ولی شدنیه اینو بهتون بگم تا هلوش تقریبا 6 ماه و نیم پیش هفت ماه پیش شما تو چهار روز میتونستی مجوز بگیری خیلی هم ساده بود خدا جدی میگم ما میرفتی وزارت سم تعداد ماینرا و مارکش مشخص میکردی مکان تو مشخص میکردی بهت مجوز میدادن بعد میومدن جنراتور گازی هم حتی خودشون بهت میدادن انقدر خوب از اون ور مبلغی هم که خرج میکردی هلوش 300 400 هزار تومان بود بابت پروانه و چیزای دیگه البته اینا که دارم بهت میگم همش هزینه های مجوز گرفتنه شما یه هزینه دیگه هم داری الان بهت میگم چیه خلاصه اینا که انجام دادی مجوز رو بهت میدادن یه هزینه های بزرگ هم هست مثلا 200 میلیون 300 میلیون بابت اونی که مثلا براش ترانس برق میاره برای اونیه که مثلا جنراتور رو میخواد بخره کرایه نمیخواد بکنه اینا که میشن میگن یه هزینه های بزرگی داره هزینه بزرگ این منبع مصرف انرژیشه چون برق خونگی که نمیتونید شما استفاده کنید شما سیکل متر بیرون شهری قطعا باید این وسیله ای که بهترین وسیله هم براش هم جنراتور گازی هست بنظر من که همون به صرفه تره خلاصه آقا بازم براتون میذاریم فعلا پیگیریشیم، به جد هم پیگیرشیم این ور اون ور داریم میزنیم به در و دیوار که ببینیم آقا این قضیه بالاخره کی میخواد حل بشه میدونی خب الان لایه تو مجلسه که آقا سر سامان دادن به ارزهای مجازی تو مملکت حالا ان که این قضیه باعث بشه که این ماین خونگی آزاد بشه چون خیلی ماینه هستن که بی مصرفن کم مصرفن اینا دست بندی بشن آقا ما صد مدل ماین داریم همشون که پر مصرف نیستن یه ماینای هستن اصلا به نفع دولت هم به نظر من مصرف پایین خب خیلی از خانواده هایی که الان دارن زندگی میکنن خرج ماینشون سخت دارن در میارن خب بنده خداد رفته مثلا 30 40 تومن پول داده یه ماینر گرفته ماینرم هم مثلا ماهی بهش 5 6 تومن میده خب یا باریکی برای خودش باز که نمیره از اون بر کارم میکنه رو هم دیگه زندگیشو با بدبختی میچرخونه خب بذارید همین قانونی باشه آقا دولت میخواد در درصد برداری باشه آقا 4 5 درصد بردار 10 در درصد بردار ولی حداقل بزار بدبخت بدون استرس کارش انجام بده یه حدی هم بذار آیه حدی بالاتر نرن مصرف هم نذار بره بالا مصرف بالا که مالی یکی دو دستگاه خونگی نیست مصرف بالا ما یارویی که مزرعه هکتاری داره رو گوگل مپ برید نگاه کنید سمت شهرهای بالا مشهد اون برار نگاه کنید ببینید چه مزارع بزرگ و عظیمی زدن چه خبره اصلا تابلو هم از مال بیت کوین هست خلاص آقا بی مجوز وارد نشید این قضیه همچنان ادامه دارد کامنت هم برام نظرتون رو بنویسید بگید آقا که با این شرایط چیکار میکنید شما دوستتون دارم بچا تا ویدیوی بعدی که روز پنجشنبه باشه نه بخشه. روز چهارشنبه زو که بالا میخوایم آموزش نصبش روز پنجشنبه بدیم چهارشنبه هم که بزرگترین ویدیوی کانال داریم جنبندی تمام بازی هایی که تا امروز معرفی کردیم بتون و درآمدشون آقا اصلا دتک هلوهاشو فکر کنم سی توش خرش کردیم تا الان تو همه بازی های NFC اصلا چیزی در ورده یا سی تومن دود شد رفت دوستتون دارم تا ویدیوی روز چهارشنبه یا علی خدافظ همگی